خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی ناموسان، امام داران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از رهبر تا اون آخوند جزغاله 17-18 ساله بچه طلبه، تا حجت الاسلام و آیت الله و وزیر و وکیل و قوه و همه اینا، دزد در یک صفت همه با هم شریکن، همه با هم میدزدن و بعد سر این دزدی دعواشون میشه مثل صدر اسلام، چون همه برای غارت اومده بودن، سر غارت دعواشون شد. اون میگفت خلیفه منم، اون یکی میگفت خلیفه منم. خلیفه یعنی کسی که بیت المال دستشه. بیت المال جاییست که پولا میره اون تو جمع میشه. اینها درست کپی اونا. دعواها همه سر پوله، سر دزدیه. کی چقدر بدزده، از کجا بدزده. البته دزدی شرعی، نه دزدی مثلا این که بری گرسنت باشه برای اینکه شکم بچهاتو سیر کنی بری دوتا نون بدزدی. اون دزدی بده. دزدی میلیاردی خوبه، اسلامیه. اسلام اجازه داده این دزدی میلیاردی رو بکنن. خب برای اینکه این دزدی ادامه داشته باشه و قطع نشه باید چیکار کنن؟ باید پایه های اسلام نو به محمدی رو در بتون آرمه فرو کنند. اسلام اگر یک موی زن جای دیده بشه، اسلام فاتحش خونده است. این نمازه، ستون دینه. یه باد ستون خراب میکنه میره. چرا؟ الله گفته، الله آسمونی گفته، الله آسمونی گفته برو خانم فروشی بکن، قاچاق فروشی بکن، مال مردم خوری بکن، آدم بکش، همه اینا به گردن من. تو نماینده اللهی. اون یارو زارعی بود، کی بود که 6 تا زن رو لخت کرد؟ اونم نماینده الله بود. الله بهش گفته بود تو دیگه اگه صبر نداری تا بیای تو حوری خونه من، خودت حوری خونه درست کن. اینی که حوری خونه شخصی درست کرده بود تو خونش. خیلی از این آخونده حوری خونه دارن. یه وقت فکر بعد در مورد حوری خونه نکن، نه، مقدس حوری خونه. اگه اسمشو عوض کنی اون وقت بد میشه. از چیز حوری خونه میشه الهی. برو یه خونه وا کن، یه 100 تا زنم بذار توش، بگو اینجا حوری خونه الهیه، اون مقدسه. یا آخوند بذار اونجا هر کی میخواد ژتون بگیره بره با یه حوری 10 دقیقه کارشو بکنه برگرده. مقدسه، شرعیه، اسلامیه. خب اونایی که از این حوری خونه ها استفاده می کنند و می برند، اونها باید دشمن ما باشند. راه دیگه هم نیست. آخوند به اینا قانع نیست. یه الله ورداشته چپونده زیر زمین، اسمشو گذاشته امام زمان.
میگه امام زمون میاد به کمک ما، همه چیز رو نجات میده. این امام زمون خودش از ترس یه خلیفه چلغوز مردنی در رفت زیر زمین، حالا میخواد از زیر زمین بیاد بیرون همه ما رو نجات بده. به یزدان که گر ما آخرت داشتیم اینقدر فکر میکردیم، اینقدر فکر میکردیم. الان یارو ها میگه به امام زمان توهین نکن. توهین چیه؟ این امام زمان تو یه بچه 5 ساله بوده، یه یارو روغن فروشیه کرده تش تو زیر زمین با تو مغزشا، تو ببعی هم میگی به این امام زمانی که از ترس خلیفه در رفته رفته توی زیر زمین قراره بیاد همه دنیا رو نجات بده. ای داده بیداد، ای داده بیداد. حال میگه آقا همه دینا امام زمان داره، اونا مشیا دارن، اونا مسیحا دارن. خب اگه هر کی غلطی کرد منم باید بکنم؟ اگه همه دنیا 4 دست و پا را رفتن گفتن به، منم باید بکنم؟ من نمیکنم. آخونده که صبح میره تایچا هرچی اونجا گیرش میاد میخوره میاد بیرون میگه امام زمونه، تو میخوای باور کنی؟ باور کن، من باور نمیکنم. درود به شما ایرانیان، درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من میبخشید، من امروز یه خورده مریضم. مریضیم هم چیز تازه ای نیست، همین مریضی که دارم بعضی روزا میره بالا بعضی روزا میاد پایین. اگر صدام رسانی است، اگر گرفتاری دارم من رو میبخشید امروز. ولی پیامی دارم برای آقای آرش که چند روز پیش ایمیلش رو خوندم، دوباره ایمیل برای من فرستاده. شما هر چی دلت میخواد خودت میفهمی و بابت همون با من میخوای بحث کنی، من همینجا بحثم با شما قطع میکنم، ایمیل بعدیتم جواب نمیدم. من به کی گفتم زرتشت مصلح دینیه؟ به کی گفتم؟ تو چون دین توی وجودت رفته، به قول خود طرفدار مجاهدینی، به من مربوطی نیست. شما هر نوع فکری میخوای داشته باشی آزادی، هیچ کسی هم حق نداره به شما بگه چرا اینجوری فکر کنی، چرا اونجوری فکر میکنی. اما اینکه بیای حرف من رو تحریف کنی، این کار بدیه، این کار زشتیه. زرتشت با دین، هیچ نوعی دین کاری نداره. منتها شما چون به طرف دین هستی، هرچی من میگم دینی میشنوی. زرتشت از نظر من یک معلم بود، یه فیلسوف بود، معلم دینی نبود، فیلسوف دینی نبود. از حرفهایی که زد دین درست کردن. باز برو با فرده بگو تو گفتی زرتشت دین داره. یه کسی دیگه یه نامه نوشته بی نام بدون نشونی، نمیدونم رفته از 15 محله اونورتر، معلومه از این آتاشخالای حکومت دینیه، بعد امضا کرده گشتاس به یزدانی، منو با زرتشتی ها بد بکنه. عزیز من آقای آرش، بنده دیگه جواب ایمیل های شما رو اگه فوش خوار مادرم بهم بدی نمیدم، چون من سر کار بذار، یعنی نمیتونی سر کار منو بذاری. حرفی که من میزنم یا میفهمی یا نمیخوای بفهمی، چون من خیلی ساده حرف میزنم. ولی اونایی که خودت استنباط میکنی برمیداری دوباره بر من ایمیل میکنی، به هر تقدیر از ایمیلت سپاسگزارم، ولی دیگه خواهش میکنم قطعش کنم اینجا، چون اگرم قطعش نکنی من دیلیتش میکنم.
برنامه که امروز من براتون تدارک دیدم و میخوام راجع به اینا صحبت بکنم، این نمیدونم چند دقیقه صحبت کردم چند دقیقه دیگه مونده، به هر صورت وقت داریم الان که 40 دقیقه بیشتر وقت داریم. مسئله اول همین امام زمانی است که میخواد همه رو نجات بده، که خودش رفته تو زیرزمین قایم شده از ترس خلیفه مردنی. مسئله دوم مسئله بت‌سازیه. بتی رو که هر کدوم از ماها ما دوست داریم، ما اگر گاندی بیاد بر ایران حکومت بکنه ما دیکتاتورش میکنیم، چون یه مرتبه بلند میشیم میگیم تو خدایی تو پیغمبری، واسهش شعر میخونیم، خیلی کارا میکنیم. ما دنبال فکر کردن نیستیم، ما در جایی به خصوص الان قرار گرفتیم، اصولا بت‌سازیم ولی در جایی قرار گرفتیم که اون مسئله عربی که الغریق و یتشبث و بالحشیش، حشیش منظور این یه پر کاهه، وقتی آدم داره غرق میشه یه پر کاه هم که میبینه میگیرتش میگه شاید نرم زیر آب. هر کسی بیاد هر چی بگه یه عده دنبالش راه میفتن. من نمیگم کار بدی میکنند، ما یه چیز منسجم نداریم. الان من دارم میبینم از هر گوشه‌ای یه گروهی داره بلند میشه که ما میخوایم ایران رو نجات بدیم. خب اعتقاد من اینه که این گروه ها اگر واقعا گروهن با هم دیگه یکی بشن، اما نمیشن. این اعتقاد منه، این خیال منه، اما هم چیزی صورت نمیگیره. میدونید برای چی؟ برای اینکه اینها هیچ کدوم شاخصی نیستن که جذابیت داشته باشن برای اکثریت مردم. لیدر شدن یک چیزی میخواد، یک آنی میخواد، اونی که حافظ گفت شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. اون کسی که میاد اون رو داره، دنبالش میرند. خود مردم هم نمیدونن چرا، ولی یک مرتبه راه میفتن میرن. شماها خیلیاتون دنبال دین اسلام هستید، نمیدونید دین اسلام چیه، اصلا نمیشناسیدش، راجبش هیچ تحقیق نکردید. اونی که شماها به عنوان دین اسلام میشناسید اون دین اسلام نیست. یهودیان دنبال دین یهودی هستن، دینی که موسی آورده، اما هیچ وقت نرفتن ببینن موسی کیه. هر وقت هم کتاب بنویسن با احتیاط می نویسند. ببینید الان یه اتفاقی افتاده در افغانستان، چیزی که برای ما خیلی ساده است، این قرآن رو آقای بختیاری نژاد ترجمه کرده و در لس آنجلس پخش شده. یکی از کسانی که خیلی قرآن رو تبلیغ کرد که بخونین من بودم. حالا ببینید کشور به کشور چقدر فرق میکنه. این خبر از بی بی سیه. 20 سال زندان برای متهمان پرونده قرآن پاک. احمد غوث ظلمی با زیس، این ظلمی مثل اون ظلمایی هستش که سفیر امریکاست، شاید هم همون ظلمایی باشه یا ظلمی باشه، اینجا بهش بگن ظلمایی. روزنامه نگار و قاری مشتاق احمد روحانی افغان هر کدام به 20 سال زندان محکوم شدند. دادگاه تجدید نظر کابل اتهام آنان را بدعت
و تحریف در قرآن و همچنین چاپ و انتشار ترجمه فارسی قرآن بدون متن عربی آن عنوان کرد. میدونی چرا این کاری کرده؟ اون دادگاه، اون آخوند، اینا میبینن اگه این قرآن رو مردم بخونن دیگه اونا رو قبول ندارن، جلوی اولی رو میگیرن، دیگه کسی نره به دنبال خوندن قرآن و بفهمه تو قرآن چی نوشته. قرآن رو بعد عربی خوند و نفهمید. وقتی میگم دین رو نمیشناسی اینه، وقتی میگم من مسلمونم، اما نمیدونی مسلمونی چیه. آقای ظلمای تابستان سال گذشته این کتاب را زیر عنوان قرآن پاک در کابل چاپ و منتشر کرد و دادگاه بدوی هم او را به همین اتهام به 20 سال زندان محکوم ساخت. آقای مشتاق امام جماعت مسجد تمیم انصار کابل هم به دلیل اینکه خارج از صلاحیت خود مجوز چاپ و انتشار این کتاب را به آقای ظلمای داده است، او هم به 20 سال زندان محکوم شد. عبدالسلام قاضی زاده، قاضی دادگاه امنیت عامه کابل، با اشاره به جمله از آقای ظلمای در مقدمه کتاب قرآن پاک که در آن آمده در مسجد تمیم انصار نشسته بودیم که یک نسخه کتاب معظم آسمانی به زبان دری، یعنی زبان فارسی، به دسترس ما قرار گرفت. به نظر ما ملائکه آن را به ما هدیه داد. اشاره کرد و گفت که او به طور غیر مستقیم ادعای پیامبری کرده. که وقتی گفت این قرآن به دستم رسید، فکر کردم که این رو از طرف ملائکه دارن هدیه میدن به ما، انقدر خوشحال شدم. قاضی همچنین گفت که آقای ظلمای در این جمله خاتمیته پیامبر اسلام را نیز انکار کرده است. یعنی گفته بعد از اینکه محمد از دنیا رفت و گفت من خاتم النبیینم، یه کسی دیگه اومده قرآن فارسی رو به دست این آقا داده و این آقا فکر کرده فرشته ها این کار کردن. اینو تو مقدمه قرآن نوشته، توی ترجمه قرآن دست نداشته. آقای قاضی زاده رأی دادگاه ابتدایی را در مورد آقای ظلمای و آقای مشتاق مبتنی بر محکومیت هر یک از آنان به 20 سال زندان تأیید کرد. آقای ظلمای این حکم دادگاه را کاملا غیرعادلانه خواند و به آن اعتراض کرد. او گفت مسئولیت، خوب گوش بدید، متن ترجمه قرآن پاک به دوش من نیست. تأکید کرد او تنها یک مقدمه برای این کتاب نوشته است. او گفت اگر این حسن نیت ما چاپ و انتشار کتاب سهو و تخلف قلمداد شده است، ما معذرت خواستیم. کلمه شهادت را هم گفتیم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. ما مسلمان بوده هستیم و خواهیم بود، همه اینا رو میگه. ولی اون قاضی پفیوز بی همه چیز، برای اینکه بدعت نشه مردم بفهمن تو قرآن چی نوشته، پدر اولیه رو در میاره دیگه کسی نتونه. منتها اینقدر علاقه که نمیدونه با این کار مردم میرن یواشکی این قرآن رو تهیه میکنن. اینقدر خره اون قاضی. آقای غوث، اون پیشنمازی که اجازه داده، همچنین پذیرفت که به دلیل چاپ این کتاب اشتباه کرده و چند بار تقاضای بخشش کرده، اما این درخواست او مورد توجه قرار نگرفته است. گفته می شود، این جالبه، مترجم اصلی این کتاب فردی به نام بختیاری نژاد است. قدرت الله بختیاری نژاد این کتاب رو ترجمه کرده. شماها راحت میتونین بخونین، تو افغانستان 20 سال زندان داره خوندنش، که در حال حاضر در امریکا به سر میبرد. قاضی دادگاه همچنین گفت حکم دادگاه نهایی نیست،
و متهمان می توانند فرجام خواهی کنند. هیئت قضایی دادگاه همچنین محمد حاتف نوری مسئول چاپخانه نوری را هم به اتهام چاپ کتاب قرآن پاک برای 15 ماه زندان محکوم کرد. آقای نوری از سوی دادگاه ابتدایی برای 5 سال محکوم به زندان شده بود. فله دیگه آخوند براش فرق نمی کنی، یارو رفت زندان، مرد، زن بچهش بدبخت شدن، هیچی حرفا نیست. یه خانومی به من تلفن کرده بود، آقای فاضلی شما از کجا می دونی که حضرت رسول نشسته بود گردن 700 نفر زدن؟ از حداقل 7 تا تاریخ اصلی. اون تاریخ ها رو کی نوشته؟ از کجا معلومه درسته؟ هیچی درسته، فقط قرآن درسته. شعور تا این اندازه است. اینی که من باور میکنم درسته، هر کی هرچی میگه تمام کتاب های دنیا رو بریزید دور، حکم اسلام هر کی کتاب آتیش بزنید، حکم شریعت مسیحیت هر کی کتاب آتیش بزنید. 6 کتاب تو دنیا درسته، تورات، انجیل، قرآن. اگه از قرآن بپرسی تورات انجیل تحریف شده، اگه از تورات بپرسی همه اینا بی خوده، اگه انجیل از انجیل بپرسی اون اولی که ما نوشتیم درسته ولی یهودی ها قبول ندارن، چون خود اونا میگن که مسیح باید بیاد. همه دعواها سر این یه خدا اومده بین مردم اختلاف انداخته. هر چند وقت یه دفعه هم حواس میکنه یه کتاب مینویسه. دادگاه تجدید نظر وحید قوس و حسیب قوس برادران احمد قوس ظلمی را نیز به اتهام کوشش برای فرام کردن زمینه فرار آقای ظلمی از کشور به 7 ماه زندان محکوم کردند. برادرای اونم محکوم کردند. پرونده کتاب قرآن پاک از چند ماه به این سو در دادگاه تجدید نظر کابل بود و درباره آن بیش از حد نیز بیش از این نیز چند بار جلسه قضایی برگزار شده که به نتیجه نرسیده بود. شهریور گذشته پس از صدور حکم دادگاه ابتدایی علیه آقای ظلمای و آقای مشتاق شماری از نهادهای بین‌المللی نسبت به این حکم اعتراض کردند و آن را سنگین خواندند. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز و سازمانی موسوم به ماده 19 از حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان خواستند که به در پرونده این متهمان دخالت کنند. احمد قوس ظلمای روزنامه‌نگار سرشناس افغان و از مجریان شناخته شده رادیو تلویزیون دولتی افغانستان در سالهای 60 خورشیدی است. این کتاب رو یه مقدمه براش نوشته، مقدمه‌اش من نمیدونم کجاست، حتما گفته که بخونید و بفهمید. آخوندهای پوفیوز دیدن اگه کسی قرآن رو بخونه دکون اونا تخته میشه، اگه قرآن رو مردم به فارسی بخونند دکون همه آخوندها بسته میشه، راه دوزیشون بسته میشه، راه تسلط به مردمشون بسته میشه. میگن مردم باید اسم دینو بدونن، نه اینکه بفهمن دین چیه، چون اگه بفهمن ببینید از مادر این کتاب ها که توراته شروع میکنم، اینا که میگم عقیده خودمه، نمیگم شما هم همین جوری که من فکر میکنم فکر بکنید، ولی مغز من حتی به قیمت کشته شدنم، به قیمت زندانی شدنم، به قیمت تبعید شدنم نمیتونه قبول بکنه که الله
یا یهوه اومد گلا رو به هم زد، مجسمه ساخت، فوت تو دماغش کرد، این آدم شد، بعد یه دندش رو در آورد، یه حوا درست کرد. من این به کلم فرو نمیره، من این به کلم فرو نمیره که با شیطان دعوا شد، شرط بست، به اون گفت تو برو اینا رو گمراه کن، من هرکی گمراه شد میریزمش تو جهنم. این کار یه اون چیزی که شماها به عنوان خدا، الله، یهوه، پدر، بود، هرچی، این کار یه آدم دیوانه است. بیاید بخونید سفر پیدایش. این سفر پیدایش همش یه حرفاییه که با مغز جور در نمیاد. بعد وقتی بهشون میگی، میگی مالا اون روزه، میگی پس تو امرو باش چی کار داری؟ قصه نوح آقا دروغه، نمیشه. آب 15 گز از قله هیمالیا بالاتر بره. حالا اگه به یارو بگی میگه کوههای اون روز گفته، بابا اون روح هیمالیا بوده، پس خدا عقلش نمیرسیده راجع به هیمالیا. خدا نمیدونسته که چقدر حیوان در دنیا هست که گفته همه اینا رو بگی بذار توی کشتی قده خونه. نمیفهمیده. خب اگه نمیفهمیده پس خدا نیست. مال اون روز، ای بابا، مال اون روز مال امروز نداره. تو قرن 21 هنوز داری با اون اعداد بازی میکنی. ترجمه میکنه اینی که این گفته یعنی موسی به علوم پزشکی وارد بوده، اینی که این گفته به امور کهکشان ها وارد بوده. آقا جان اصل حرف چیه؟ راجع به هر چیزی وارد اگه بود میگفت از نظر بهداشت دستتون رو بشورید که میکروب یا مریض نشید. میکروب هم نه، میکروبی که نمیفهمید چیه. میگفت نظر این که سلامت بمونید دستونو بشورید بعد غذا بخورید. یونس رفت تو دهن ماهی، ابراهیم رفت زنشو داد به فرعون، بعد رفت داد به ابی‌ملک. آخه این قصه ها به درد 3000 سال پیش میخورده، به درد امروز نمیخوره. این حرفای گیارو، من حالا این حرفا رو که میزنم، آقا به پیغمبرها توهین نکن. تو اصلا معنی توهین میفهمی چیه؟ توهین یعنی من به تو بگم خواهر و مادر و فلان تو، این توهینه. ولی وقتی میگم این آدم این حرف رو زده، این حرف رو من قبول نمی کنم، هر بچه‌ای میفهمه که این معنیش توهین نیست. ولی تو چون راه دیگه‌ای بلد نیستی میخوای من سر کار بذاری. به پیغمبر محمد ابن عبدالله نشست، 700 نفر رو گردن زدن، منم نبودم، تو هم نبودی. اینو رو تاریخ نویسا نوشتن. تاریخ نویسا رو قبول نداری؟ بگو آقا من دوگمم، من هیچی تو این کلم نمیره جز این که محمد نکرده این کار. من میفهمم تو چی میگی، اما اگه با هم بگی با محمد توهین نکن، من هرچی این برام برشون نگاه میکنم میبینم محمد رضا شاه پهلوی سوار هواپیما شد رفت اسوان. به محمد رضا شاه توهین نکن. ای بابا سوار شد رفت. علی ماشین گردن زدن بود، به علی توهین نکن. برید بخونید کتابا رو ببینید علی ماشین گردن زدن بود یا نبود. حسین ابن علی از مدینه پاشد اومد کوفه، سرشو ببره. قصه های مختلف واسش نگیم. این اومده بود خلافت بگیره، نتونست، کشته شد.
بچه شیرخوره رو آورد اینجوری کرد، گفت آقای حرمله یه تیر بزن به گردن این. در صحرای کوفه تا زانوی اسبش توی خون فرو میرفت، چقدر آدم کشته بود. این دروغا رو من نمیتونم باور، اینا دروغه. به امام حسین توهین نکن آقا جان. من با عقلم نمیخونه که یه آدمی انقدر بتونه یه نفری با شمشیر آدم بکشه که زانوی اسبش توی خون باشه، یعنی نیم متر زمین خون باشه، در توی یه صحرا نه توی بادیه. منتها تو نمیخوای فکر کنی، نکن. اون وقتی که ریخته بودن سرش بکشنش، 4000 تا یا 10000 تا ملاکه اومد ما کمک کن، گفت نه من اومدم اینجا سرم ببرم. من میگم این آدم مغزش خراب بوده اگه این حرفا که میگی راسته. بعد این ملاکه ها پر 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 زدن رفتن پیش الله. الله گفت چی شد؟ گفتن حضرت اجازه نداد. گفت نه برین کمک کنین. دوباره پر 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 زدن اومدن پایین، حضرت از دنیا رفته بود. الله فقط اون بالا بود، الله این پایین نبود که این ملاکه ها چیزی بهش بگن. میخوای باور کنی باور کن، اما به من نگو که منم باور کنم. من میگم این برای من قابل قبول نیست. به امام حسین توهین نکن. آه معنی توهین چیه؟ معنی توهین میفهمی؟ این گرفتاری رو من دارم ها. تا گیر میکنه میگه توهین نکن. به کی توهین نکنم؟ راجع به چی حرف میزنی؟ شماهایی که بجز کتاب‌های دینی که پر از قصه‌های شگفت‌انگیزه هیچی رو قبول ندارین، اصلا پای این برنامه چیکار دارین؟ این همه برنامه مذهبیه، روزه می‌خونن، نمی‌دونم سفره می‌اندازن، مسجد می‌سازن، اصلا پای این برنامه چیکار دارین؟ چرا خودتو اذیت میکنی؟ چرا میشینی پای این برنامه؟ چرا اعصاب خودتو خراب میکنی؟ نکنی تو هم دیوونه ای مثل امام حسین؟ به امام حسین توهین نکن. اگر امام حسین موقعی که این همه آدم ریختن سرش بکشنش به ملائکه ها گفت کمک نکنین، دیوانه بوده. نه مطابقه عقل یه آدم معمولی صحبت میکنم، نه یه امام. تو میگی صلاح بوده که کشته بشه، آه پس دیوانه نبوده، صلاح بوده. پس تو دیوانه ای که واسهش گریه میکنی. آخه اینا رو بذار پلو هم دیگه ببین کدومش درسته. خودش اومده با کمال میل مراحم الله هم رد کرده، به ملائکه هم گفته برین من باید اینجا کشته بشم. خب هر کی برای این آدم گریه کنه اون دیوونه است، چون کاری که میخواسته کرده دیگه. گریهش مال چیه؟ غمش مال چیه؟ زنجیرش مال چیه؟ همش حرفای باور نکردنی به من میگن. امام از پشت سرش میبینه، همچی که از پیش روش میدیده. خب اگه هم چیزی هست، امام علی از پشت سر با خنجر زدنش، چش پشتشو چیکار کرده بود؟ قرض داده بود به کسی دیگه که ندید؟
امام حسن زهر ریختن تو غذاش بهش دادن، علم امامتش یهو اونجا کور شده بود. امام حسین و مردم کوفه نوشتن گفتن پاشو بیا و ما به تو کمک میکنیم بری خلیفه بشی، پولا رو بدن به تو. امام حسین اگه علم امامت داشت میدونست چه اتفاقاتی میفته، اگرم نداشت یادم بود مثل من تو رفته بود دنبال خلیفه، مثلا قطبزاده و بنیسگ و اینا که اومده بودن دنبال یارو خمینی که اونا یه پخی بشن. امام سجاد همه عمرش مریض بود، با علم امامتم هیچ کاری نتونست بکنه. شماها بهش میگین امام زین العابدین بیمار. میدونین چرا بیماره میگین؟ برای اینکه جزو اونایی که کشته شدن این جلو نیامد، حتما بیمار بوده که جلو نیامده. نمیدونم، من اونو نمیدونم، وقتی نمیدونم میگم نمیدونم. امام باقر کاری به کاری کسی نداشت، سهم امامو گرفت زندگی کرد راحت آسوده. امام صادق هم همین کاری کرد، وقتی هم ابو مسلم بهش گفت بیا تو خلیفه بشو، ما دنبال خلیفه مدیفه نیستیم، همینجا پول میرسه. امام کاظم، امام هفتم، گفتش که من عده‌ای میفرستم به این برون و سهم امام اونا جمع کنم بیارم به ما بدن. هارون رشید گفت از این کارا نکن، کرد، گرفت کردش تو زندان. علم امامتش هیچ کاری نتونست بسش بکنه، هیچ کاری نتونست بسش بکنه، گوشه زندون مرد. پسرش علی ابن موسر رضا مأمون گفت پاش از مدینه بیا به، از سامره بیا به چیز، به مشهد، اینجا تو ولی عهد منی. فوری علم امامت نمیفهمید که این کارا رو بکنه، درست مثل یه آدم معمولی پاشد رفت اونجا. کارش که تموم شد مأمون باهاش زهر بهش داد کشتش. آیا علم امامت کجا بوده؟ اگر من قدرتی داشته باشم که کاری بکنم، اول اون کار رو درباره خودم میکنم، بعد درباره کسان دیگه. ولی تو میری از آدمی که به این سادگی، به این حالوگی بلند شده اومده یه جه دیگه یه نفر کشتتش، میگی بیا مثلا قانقاری های من خوب کن. تو حق داری هر کاری مکنی بکنی، به من مربوط نیست، زندگیته. اما اگر من اونجا در دسترس تو بودم، میگفتی تو هم باید مثل من فکر کنی. به همین دلیل من از تیررس حکومت دینی و آدمهایی که مثل تو مسخ حکومت دینی هستن در رفتم. این در رفتن اگه در مورد حضرت رسول بگیم، میگه به محمد توهین کردی. خب اگه او هجرت کرد، منم هجرت کردم. پس وقتی آدم اینه جونش خط در خطره، در میره دیگه. سعدیا خب به وطن، گرچه حدیثی است غریب، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. یه روزی من یادم گفتم که حضرت فرار کرد، اوف فرار کرد، مگه حضرت فرار میکنه؟ نه آقا، حضرت در میره. در کتاب مقدس
کتاب ام الکتاب داستانهایی داریم از آدم، نوح، یعقوب، ابراهیم، لوط، یونس، یوسف. اینا هیچ کدوم با عقل سلیم جور در نمیاد. تفسیر اگه میخواین بکنید همون چیزیست که راجب قرآن میگن، اینی که قرآن نوشته تو همین قرآن، تو همین قرآن، تو معنیش نوشته در حوری خونه، یعنی در بهشت. اونجا به تو یه آبی میدن که اون آب سردرد نمیاره و مستم نمی کنه. خب احتیاج نداره بری حوری خونه، اینجا هم آب بخوری سردرد نمیاره، مستم نمی کنه. اما توی این نوشته اونجا شراب بهت میدن، ولی خب مترجم میگه نه خدا میفهمیده نه پیغمبر خدا میفهمیده، من میفهمم. عوضی نوشتن شراب، من مینویسم آب. از هزار سال پیش تا حالا هر کی اومده یه تفسیر نوشته، این آخری هم تفسیر المیزانه، مال یاری که کشتنش، متحری. میگه که اینی که خدا نوشته، اینی که پیغمبر خدا گفته، اینا همه چربره، معنیش اینیست که من میگم. چون من هم بیشتر از محمد میفهمم، هم بیشتر از الله میفهمم. اونا منظورشون از گفتن کشک دوغ بوده. حالا تو برو تفسیر المیزان رو بخون، برو تفسیر زمخشری، برو هر تفسیری دلت میخواد بخون. شروع تفسیر نویسی پیش عربا شروع شد. چرا؟ عربه قرآن زبون مادریش بود. تو قرن دوم که زور برداشته شد گفت اینا چیه این تو نوشتن؟ منظور چیه؟ این خدا چرا یه خورده بعضی جاها کلش پارسنگ برمیداره؟ من شما رو آفریدم، خودم هم انتخاب کردم که بکنمتون تو جهنم، خب پس با من چی کار داری؟ قرآن چیه؟ چرا پیغمبر فرستدی؟ تفسیر نویسی از اونجا شروع شد. به عربه گفتن قرآن اینی که تو میخونی نیست، محمد و الله و اینا همه عوضی حرف زدن، نمیفهمیدن. اینی که من میگم هست، اینو بخون. الان یارو تو افغانستان جرم بزرگی کرده، کتابی رو برده اونجا معرفی کرده، چون نمیتونست دونه دونه بخره، که یه دونه گیر آورده، یه مقدمه نوشته، جلدش هم من دیدم خیلی قشنگ نوشته، قرآن پاک به فارسی، مردم بخونن بفهمن توش چی. شاید هم قصدش این نبوده، گفته راحت تر قرآن رو بتونیم تبلیغ کنیم. ولی اون آخوند پوزمولو که بی پدر و مادر، که دیده دکونش داره تخته میشه، چیکار کرده؟ اومده اول گفته قرآن رو جمع کنی، دوم به این گفته بگو غلط کردم، اشهد تو بگو، نمیدونم غلط کردم و بگو، من مؤمنم بگو، من خاتم و نبی نیستم بگو، همه اینا رو بگو، همه اینا رو که گفتی بعد برو زندان. مسئله دینیه. زمانهای قدیم، زمان حضرت موسی که دستورات دینیه، اون وقت زندان نمیدونستن چیه. میگه اگه تو به یه نفر بدهکاری باید بری براش کار کنی، بدهکاری پولشو نداری بدی، باید بری براش کار کنی، یه مدتی براش کار کنی بعد آزادت میکنه، میشه غلام اون. یا دستورات غلام و بردهی که زر خرید میری میخری، تو همه دینا هست. الله گفته این بنده صاحبش این بنده است،
الله گفته، یهوه گفته، پدر آسمانی که پسرش فرستاد که اینجا خونش ریخته بشه. ببینید حرف چقدر مسخره است. خدا پسرشو فرستاده رو زمین که پسرشو زج بدن، شکنجه بدن، خونشو بریزن که این پسر بتونه شفاعت مثلا مادونا رو بکنه، جورج بوشو بکنه. بشینید فکر کنید، نونی که آخوندا میخورن همینه. عیسی مسیح پسر خداست، خدا بچهشو فرستاد که اینجا بکشنش، خونش به زمین ریخته بشه و بعد بردش پیش خودش که وقتی تو مردی، عیسی مسیح بیاد بگه که این رفیق منه، بذاره تو بهشت. حالا نمیشد عیسی مسیح به زمین نیاد همین کار رو بکنه؟ این خدا حتما باید خونه این آدم رو میریخت اگه همه حرفا درست باشه. اون یکی هم علی و محمد و حسین و اینا دم در واسدن. حالا تو حساب بکن روز سهرهای محشر چقدر پارتی بازی باید بشه. حسین جون من گریه کردم، علی جون من قرآن سر گرفتم، اونا هم عربن، فارسی نمیفهمن چی میگی. آیا شما فکر کردید یک آمریکایی، یک اسپانیولی، پرتغالی با چه زبونی با عیسی حرف میزنه؟ یا آشوری، یا ارمنی، یا ایرانی، یا هندی، این با چه زبونی با عیسی حرف میزنه؟ چون عیسی یک یهودی بود و زبون عبرانی صحبت میکرد. حالا بگیم همه این چیزا درسته، اینا با چه زبونی با هم دیگه حرف میزنن؟ منتها این دین اونچنان تو وجود ما رفته که حتی توی بحث معمولی آقای طرفدار مجاهدین، من وقتی گفتم که سخنان زرتشت با دین زرتشت فاصله داره، میگه تو گفتی زرتشت مصلح دینیه، این دین ما رو ول نمیکنه. شما میتونید سر دین چقدر آدم کشته شده؟ میدونید دینهای مختلف چجوری همدیگر رو میکشن برای اینکه این دین میگه من درست میگم، اون دین میگه من درست میگم؟ الان مذهب شیعه، الان بگم مذهب بهایی، میگه آه ما مذهب نیستیم، ما آیینیم. ببخشید، عصر میخوام که معذرت میخوام، شیعه ها بهایی ها رو میکشن. چرا؟ تعداد اینا زیادتر. اگه یه جه شیعه گیر مسلمان های سنی بیفته، اونا اینا رو میکشن. چرا؟ تعداد اونا زیادتره. میگه اینی که من باور میکنم درسته، بقیه دنیا خرن نمیفهمن، فقط من میفهمم، من درست میگم، دین من اینه، آیین من اینه، مذهب من اینه، از همم بهتره، همم همینه میگن، همه میگن مال من از همه بهتره. و همه فکر نمیکنن. ممکنه تو دکتر باشی، ممکنه مهندس باشی، ممکنه پروفسور باشی، ممکنه خلبان جت باشی، راجع به دینت فکر نمی کنی. اونجا که میرسه یهو دوگم میشی، یهو با حرف دیگه نمیتونم بزنم. من میدونم شما همه تون از این حرفای من خوشتون نمیاد، حتما میدونم خوشتون نمیاد. تعدادی هست
که خوششون میاد. تعدادی هست که متوجه میشن، تعدادی هست که خیلی بیشتر از من میدونن، جرأت گفتنشو ندارن. تعدادی هست که میگن و ماله میکشن. میگه بله آخه حضرت رسول که نمیتونسته با قاطر بره به طبقه هفتم، حتما تو رویا رفته، جسمانی نبوده، روحانی بوده، خواب دیده رفته. حرفم بشوزه میگه تو قرآن نوشته، قرآن گفته، هرچی قرآن گفته درسته، باش تو قبول کن. من سختم قبول کردنش، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. چیزی که برام محاله باور نمی کنم. اگر کسی 1400 سال پیش میتونست سوار اولاق باشه بره طبقه هفتم آسمون که من نمیدونم کجای آسمونه، امروز هم یه نفر میتونه سوار قاطر بشه بره همونجا، هیچ فرقی هم نمی کنه که اون عرب بوده این هندی باشه. اگر یه کسی رو یه بشری کرد، یه کاری رو یه بشری تونست بکنه، همه ی آدم های دنیا میتونن بکنن، یا حداقل اونایی که سعی میکنن این کار رو بکنن. اگر قرار بشه چوب و بندازی مار بشه، همه چوبا باید مار بشه. اگر قرار بشه یه نفر بتونه اینجوری کنه آدم ها زنده بشن، همه باید بتونن این کارو بکنن. ولی امروز روز وبا و طاعون و سیل و همه اینا رو الله یهوه پدر آسمانی میفرسه، معالجهشو انسان میکنه. هر روزی خواستیم بفهمیم میفهمیم. دوستان عزیز، یک دقیقه وقت دارم، باز میخوام ازتون خواهش بکنم برای گفتن این حرف ها که سر شما رو ممکنه درد بیاره، کاری بکنید که این حرف ها ادامه داشته باشه، به نسل آتیه برسه، به نسل های بعدی برسه. برای خودمون نمیتونیم کاری بکنیم، برای اونا یه کاری بکنیم. به این برنامه کمک کنید که پا بر جا بمونه. از روز اول اسفند بازپخش برنامه های من شبها ساعت 12 شب 5 روز هفته به وقت لس آنجلس، و روزهای شنبه شنبه دیگه برنامه ندارم، چون این برنامه من میدونم روز شنبه پخش خواهد شد. اینی که پیام برای شما دارم میذارم، دوستانی که بعد از ظهر شنبه ببینین، از ماه اسفند شنبه و یه شنبه من برنامه‌ای ندارم، ولی هر شب ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس. www.rezafazili.com.net.org میتونید همه برنامه ها رو ببینید و هر چقدر میتونید کمک کنید خرد بیشتر به خونه های مردم راه پیدا بکنه با خوندن کتاب. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به انگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.